برکت خدمت همه عزیزانم در مسیح ایسا امیدوارم حال شما عزیزان خوب باشه هر جای این کره خاکی که هستید به جلسه چهارم سلسله دروس گرسنگی روحانی در خدمت شما هستیم همطور که اگر به یاد داشته باشید دروس رو مرور کرده باشید هفته های گذشته راجع به مقوله صحبت کردیم اسم گرسنگی روحانی چیزی که درون هر انسانی به وجود میاد اشت‌هایی که درون هر انسانی ترغیب میشه و اگر به اون دامن بزنیم عواقب بسیاری رو ممکنه برای ما داشته باشه و اگر یادتون باشه صحبت کردیم از با عدن اومدیم جلو اون اشتهایی که درون انسان به وجود میاد و به اون جواب مثبت میده که بعدش چه عواقبی به پا میکنه برای انسان بعد از اون اومدیم قوم اسرائیل رو بررسی کردیم که اونو دعوت شده بودن به یک زیافت آسمانی به یک زیافت ملوکانه و خدا اونها رو دعوت کرده بود به شناخت خودش و خوردن یک خوراک آسمانی اما اونها مرتب اشتهایی در اون اونها به وجود اومد که اونها رو ترغیب میکرد بیشتر و بیشتر سوق میداد به سمت خوراکی که مال مصر مال گذشته است و به سمت خوراکی که مال دنیاست و مال اقوام بت و ما مرتب میبینیم این اشتهای سیری ناپذیر چه بلایی سر قوم اسرائیل میاره و چهل سال اونها رو در بیابان نگه میداره و فقط دو نفر از اون جماعت وارد اون سرزمین و وارد اون وعده میشن بعد صحبت کردیم اشخاصی که در قوم بودن مثل اخان نمونه ای بود اخان که آلودگی رو وارد قوم کرد و یک اشتهای سیری ناپذیری داشت یک طمع خاصی درونش داشت که باز آلودگی وارد زندگی او و قوم خدا شد بعد اومدیم راجع به کتاب جامعه صحبت کردیم سلیمان دعوت آسمان چیه اشتهای آسمان دادن حکمت اما سلیمان درست برعکس او عمل میکنه درست برعکس اون دعوتی که خدا بهش داده عمل میکنه و یک اشتهای سیری ناپذیر در اون او به وجود میاد و اون هم گرفتن زنان متعدده که کلام خدا میگه زنان او دل او رو از خدا دور کردن و ما میبینیم چون اون اشتهای دروغین رو دامن زد و نتونست او رو کنترل بکنه در نهایت چه فاجعه ای در زندگی او به وجود آورد امثال سلیمان ها در کتاب مقدس بسیار زیاده امروز در زندگی خود ما هم این امر حاکمه که اگر مواظب نباشیم نظام دنیا به ما خوراک های بسیاری رو داره پیشنهاد میکنه یکی دیگه از نمونه که میخوام راجبش با شما صحبت بکنم شخص بزرگی در کتاب مقدس که بسیار عالی شروع کرد حتی عالی هم تموم کرد اما در یک برهی از زندگیش یک اشتهایی درون او بیدار شد که باعث خرابی های بسیاری در زندگیش و در قوم خدا شد این شخص کسی نیست جز داوود پادشاه وقتی زندگی داوود رو مطالعه می میبینیم می این از همون دو انفوان نوجوانی چطور در اون کشتارهای بیتلهم در بین گوسفندان ام... چطور خدمتش رو شروع کرد چطور با خدا در رابطه بود چطور یاد گرفت چطور تعلیم یافت چطور پرورش یافت بعد وقتی که نبی اومد او رو برگزید او شروع کرد به رشد کردن همینطور بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد تا اینکه به موقع پادشاهی او رسید و ما ببینیم چقدر این مرد در آن دعوتی که خدا به او سپرده بود چقدر سر سپرده بود چقدر عاشق خدا بود چقدر غیرت داشت برای خدا چقدر فتوحات برای خدا کسب کرد اون دعوتی رو که خدا بهش داده بود چقدر درست فهمیده بود و واقعا مطابق با اراده خدا زندگیش پیش میرفت و ما میبینیم یکی از دوران عالی کتاب مقدس در اون دورانی که داوود پادشاه بود و واقعا اراده خدا رو به جا می آورد و خدا گفت او مردی است موافق قلب من این یکی از بهترین حرفایی که خدا میتونه راجع به خادمش بزنه و این مرد میبینیم عالی پیش میره وقتی کتاب اول و دوم سموئیل رو میخونیم میبینیم چه مرد بزرگی اما متاسفانه در کتاب دوم سموئیل باب یازده یک اتفاقی برای داوود میفته قبل از اون ما میبینیم در بابهای قبل پیروزی های داوود رو میبینیم از باب هشت وقتی شما کتاب دوم سموئیل رو مطالعه بکنید پیروزی های داوود رو میبینیم که فلسطینی ها رو کلام خدا میگه شکست میده بعد داستان داوود و مفی بوشت رو میخونیم بعد در باب ده پیروزی بر بنی امون رو میخونیم میبینیم پیروزی های متعدده و درست بعد از اون پیروزی های فراوون و افتخاراتی که برای خداوند کسب کرده حالا اینجا شیطان خیلی زیرکانه وارد عمل میشه و میاد داوود پادشاه رو وسوسه میکنه و یک اشتهایی که درون او شاید سالها خوابیده بوده رو درون او بیدار میکنه و درست دقت کنید درست بعد از فتوحات فراوانه که شیطان حمله میکنه امروز در زندگی من و شما ممکنه این اتفاق بیفته وقتی که فکر میکنیم از لحاظ روحانی خیلی عالی هستیم وقتی فکر میکنیم که از لحاظ خدمتی بسیار عالی عمل کردیم در یک لول بالای روحانی به سر میبریم اتفاقا همونجا باید مواظب باشیم چون ممکنه شیطان در همون نقطه از طریقها و ترفندهایی وارد بشه و من و شما رو به زیر بکشه اونجایی که اتفاقا فتوحات برای خدا کسب میکنی و از لحاظ روحانی فکر میکنی خیلی عالی هستی اتفاقا اونجا باید بسیار بسیار هوشیار باشی چون همونجا میتونی یه نقطه سقوط باشه و در باب یازده میبینیم یک اشتهایی درون داوود به وجود میاد که متاسفانه داوود به این اشتباه و به این اشتهای دروغین لبک میگه داستان رو میدونید وقتی واقع شد کلام میگه وقتی که داوود بر اون پشت با در وقت از داوود از بسترش برخواسته بر پشت بام خانه پادشاه گردش کرد از پشت بام زنی را دید که خیشتن را شستشو می کند و آن زن بسیار نیک منظر بود پس داوود فرستاده در بر اون زن پرسید گفتن اون زن اوریای هتیس داوود قاصدان فرستاد و داوود با او هم بستر شد و به خانه خود برگشت داستان رو میدونید پس اون اشتهایی که در اون او به وجود میاد باعث میشه که اون عمل زنا انجام بگیره بعد شوهر اون زن اوریای هتی رو به خط مقدم میفرسته با یک طرفان و یک نقشه پلید شوهر هم از دست میره و دا داوود مرتکب زنا میشه مرتکب قتل میشه دروغ میگه یک بچه نامشروب به وجود میاد اون بچه میمیره و اشتباه و اشتباه پشت هم هی hey. تکرار میشه ببینید جواب دادن به یک اشتهای نادرست ممکنه چه عواقبی رو در زندگی یک مرد خدا به وجود بیاره و شیطان میدونست این اشتها درون او وجود داره و اومد دامن زد و متاسفانه داوود اونجا هوشیار نبود و به این اشتها جواب داد سراغ اون خوراک اشتباه رفت و ما میبینیم بعد از این وقتی میخونیم باب دوازده تیترش اعقاب داووده یعنی عقوبت داوود اون بلاهایی که سر داوود میاد نه اینکه بگیم خدا میخواد بلایی سر او بیاره نه بلکه اون عملی که انجام داده آنچه که کاشته درون زندگیش داره میوه میده و ما میبینیم متاسفانه به خاطر همین یک اشتباه داوود خیلی تاوانهای بسیاری رو در زندگیش پرداخت کرد که یکی یکی از اون اشتباهی بود که دوازده نسل بعد از داوود که اومد میبینیم هر کدوم از اون نوادگان و بچه هایی که از او به وجود اومدن در طول سالیان متمادی هر کدومشون در اون منصب و پادشاهی که بودن دچار فساد و آلودگی بودن و داوود این رو متوجه شد و خدا رو شکر میکنم که داوود بعد از این متوجه شد رفت توبه کرد به خاک و خاکستر و پلاس افتاد و خدا هم او رو بخشید مطمئنا ولی عواقبی داشت اون اشتباه و او اون گناه او اون اشتهایی که ترغیب شده بود و داوود مواظب نبود در زندگی او عواقبی گذاشت که شاید تا آخر زندگی همراه او بود درسته که خدا باز از او استفاده کرد و داوود واقعا تا نفس آخر زندگیش به خدا وفادار بود اما اون بره از زمان به خاطر اون اشتهای دروغین و اون جواب دادن به اون اشتها میبینیم که دوچار چه عاقبتی میشه زندگی او و امروز این در زندگی من و شما عزیزان به عنوان یک نمونه واقعا باید یک درسی برای من و شما باشه که اگر من شما امروز به عنوان خادمین خدا به عنوان فرزندان خدا به عنوان کشیشان رهبران شماسان هر سمت هر جایگاهی که در این ملکوت در پادشاهی عیسی مسیح داری ما باید مواظب باشیم فرقی هم نمیکنه یک سال ایمان باشی ده سال سی سال چل سال همواره همواره و هر لحظه امکان لغزش و سقوط وجود داره لغزش ها رو گریزی نیست هر لحظه ممکنه یک اشتهایی درون من و شما به وجود بیاد و این گرسنگی درون ما اونقدر زیاد بشه و ما دامن بزنیم به اون و سراغ اون چیزی که نظام دنیا داره میده نفس ما داره به ما میده یا شیطان داره به ما میده سراغ اون بریم بخوریم و عواقبی داره که شاید غیر قابل جبران باشه امروز مواظب باشیم اگر داوود به اون عظمتش به اون دعوت پادشاهی فرا خوانده شد اگر او افتاد ما هم میفتیم پس امروز باید مواظب باشیم چی میخوریم عزیزان حواسمون باید جمع باشه خود من از همه بیشتر آنچه که نظام دنیا داره به من میده انواع و اقسام خوراک های رنگیه انواع و اقسام آلودگی که هم از لحاظ جسمانی هم از لحاظ روحانی حتی در کلیسای خداوند انواع و اقسام این آلودگی ها وارد شده و میشه و من و شما اگر هوشیار نباشیم خوراکی رو خواهیم خورد که نه تنها زندگی روحانی خودمون رو آلوده میکنه بلکه ممکنه یک قومی رو تحت شعاع خودش قرار بده پس امروز مواظب باشیم به نام ایسای مسیح و دعا بکنیم که اشتهای ما به سمت اون چیزی باشه که خداوند ارادش در آسمانه و اون چیزی که خدا برای ما در نظر گرفته به سمت او بریم و اون رو بخوریم با ما همراه باشید در جلسات آینده هفته آینده باز ادامه خواهیم داد راجع به اشخاص دیگه ای صحبت می کنیم که اشتهای نادرست اونها باعث سقوط اونها شد و خیلی از افرادی که واقعا خودشون رو کنترل کردن جلوی اون اشتهای دروغین رو گرفتن و اون اشتهای آسمانی رو طلب کردن که می بینیم چه سربلندی برای اونها به وجود میاره با ما همراه باشیم در برکت مسیح باشید. در نام عزیز سای مسیح. آمین.